در مورد وضعیت بیمارستان و شیوع کرونا در استان در گروه سنی کودکان باید این در واقع مطلب رو به عرض برسونم که خوشبختانه نکته اول اینه که کما اینکه در اکثر نقاط استان پیک صعودی کرونا داره شکسته میشه و وارد فاز نزولی میشیم، در کودکان هم همین اتفاق تا حدی در حال مشاهده هست و تعداد بیماران ما در ورودی بیمارستان، بیماران مشکوک به کرونا، رو به کاهش هست. نکته دوم که باید بهش در واقع توجه بکنیم اینه که علائم کودکان خیلی متفاوت از علائم بزرگسالانه و این از ابتدای پاندمی همین وضعیت رو داشته و متاسفانه کماکان حضور داره و وجود داره. در مورد اومیکرون این وضعیت خیلی خاص‌تر هستش، یعنی تعداد زیادی از بیماران با اومیکرون بدون علامت یا کم علامت هستن، در صورتی که در سر دیگه طیف یا در واقع در طیف دیگه بیماران ما بیمارانی رو میبینیم که بسیار شدید و وخیم و بدحال هستن و در آی سی یو بستری میشن. روی هم رفته وضعیت فعلی بیمارستان ابوذر به عنوان سانتر اصلی جنوب غرب ایران در حوزه کودکان و در حوزه کرونا وضعیت خیلی بدی نیست و وضعیت قابل قبولیه. اما نکته مهم اینه که این وضعیت قطعی و پایدار نیست و ممکنه شکننده باشه و در آینده تغییر بکنه. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم خیلی نکته مهمیه، بحث واکسیناسیون کودکانه که از حلوش یک ماه پیش توسط وزارت خونه کلید خورد و من همینجا توصیه‌ام به تمام دوستان، عزیزان، همکاران و به خصوص همکاران پزشک و کادر بهداشتی اینه که تشویق بکنن مردم رو و از مردم خوبمون هم میخوام که تسریع کنن این امر رو. دو تا فایده خیلی بزرگ داره واکسیناسیون کودکان. همین الان در بیمارستانمون کودکان بسیار بدحالی داریم که در آی سی یو بستری ان با بیماری زمینه‌ای، ولی خب در هر صورت کرونا باعث بستریشون در این فاز و بدحالیشون شده و متاسفانه تعداد موارد فوتمون دوباره تا حدی افزایش یافته این پیک جدید، در صورتی که جزو یکی از مراکزی بودیم که کمترین آمار فوت رو در کل ایران در مرکز کودکان داشتیم. پس واکسیناسیون کودکان از بیماری شدید و به خصوص فوت کودکان پیشگیری میکنه. نکته دوم، واکسیناسیون کودکان کمک میکنه که چرخه کرونا در کشور کوتاه‌تر و محدودتر بشه. هرچه ما بتونیم چرخه ویروس رو در جامعه کوتاه‌تر و کمتر بکنیم، کمک بسیار بزرگی به محدود شدن و جمع شدن و نهایتاً پایان پاندمی کرونا کردیم. اما طبیعتاً در مورد کودکان ما باید حواسمون به در مورد پیشگیری از کرونا حواسمون به چند نکته باشه. نکته اصلی رعایت پروتکل بهداشتی که همه عزیزان میدونن مردم خوب ما بعد از این دو سال دیگه مثل همه مردم دنیا بهش آشنا شدن، شستشوی دست و پرهیز از حضور در تجمعات و استفاده از ماسک حداقل در کودکان بالای دو سال کم مکان توصیه میشه، واکسیناسیون که بهش اشاره شد. و نکته بعدی که خیلی حائز اهمیته اینه که در کودکان علائم کم و سبک رو هم جدی بگیریم. اگر بخوایم خیلی ساده و سبک بگیریم، ما چیزی به اسم سرماخوردگی یا عفونت‌های ویروسی ساده نداریم. نه اینکه نداشته باشیم، تحقیقات نشون میده که درصدی از عفونت‌های تنفسی سال‌های گذشته برگشتن که اتفاقا اون هم به خاطر اینه که مردم یه مقدار پروتکشن و در واقع پروتکل‌ها رو کمتر رعایت می‌کنن. اما در هر صورت اولویت چون فعلا با کرونا است، از مردم خواهش میکنم هر بیماری سرماخوردگی رو در کودکان جدی بگیرن و اگر علائم خطر به خصوص تنگی نفس، خسخس سینه، تندی نفس، سرفه های شدید و ناکارآمد کننده و آزاردهنده، سرفه طول کشیده و علائم غیر تنفسی، تب، علائم جلدی مثل قرمزی پوست و مخاط بدن و علائم شبیه به علائم ناشی از مشکلات قلبی، گوارشی، کبدی، مغزی، متاسفانه در موارد ما شاهد کرونا با تظاهرات و تابلوی بالینی عصبی هستیم، این روسته تب و تشنج خودشو نشون میده و یا کاهش هوشیاری، در تمام این موارد بهتره که در اسرع وقت به مرکز درمانی و پزشک مراجعه بکنن. خیلی متشکرم.